با سلام به شما بینندگان عزیز، برنامه خاوران رو میبینید. مرسده قائدی هستم، به مدت نیم ساعت همراه شما خواهم بود در این برنامه. و همینطور که میدونین در این برنامه طبق روال همیشگی با یکی از خانواده جانباختگان صحبت خواهیم داشت و این بار با یکی از خانواده جانباختگان دهه 60. و همینجا لازم میبینم در مورد دهه 60 و کشتاری که در اون تاریخ شد صحبتی با شما داشته باشم. در ماهای تیر و مرداد هستیم، دورانی که درست 33 سال قبل در همچین روزهایی 100 نفر رو در زندان اوین، در زندانهای شهرستان بدون دادگاه، و اگر دادگاهی بود دادگاهی 1 دقیقه تا 2 دقیقه به جوخهای اعدام می سپردن. در این دوران بود که نوجوانان و جوانانی که همراه انقلاب به خیابان اومده بودند و به مبارزاتی که مردم کردن احزاب و سازمان ها آزاد شده بودند و با سازمان ها و احزاب های متفاوتی کار می کردن. و بعد از 30 خرداد سال 60 و با سرکوب انقلاب و حکومت اسلامی شروع کرد به دستگیری و خون پاشیدن بین انقلاب. اما علاوه بر نوجوانان و جوانانی که در این دوره در خیابان‌ها بودند و رژیم جمهوری اسلامی آنها را دستگیر کرد، ولی در مورد انسان‌های دیگر و کسانی فعالین سیاسی که از زمان شاه فعالیت می‌کردند و مبارزه می‌کردند و کسانی بودند که سال آبان یا آذر 57 همراه با باز شدن در زندان‌ها، اونم به همت مردم و با تحسن خانواده‌ها در دادگستری در اون زمان اومده بودن بیرون. و مدتی نگذشت که سال 60 شکارچیان انسان، شکارچیان انقلابیون که با برنامه ریزی از قبل به دنبال اینها بودن و در خیابان، در خونه ها، در محله های متفاوت دنبال اینها میگشتن. کاری که شاه نتونست انقلاب رو سرکوب کنه، مسئولیتش رو خمینی به عهده گرفت و اینها رو دستگیر کرد و خیلی از اینها در مدت خیلی کوتاه، در عرض 2 روز یا در عرض چندین ساعت به جوخهای اعدام سپرده شدن. و اما حتی تعدادی از اینها رو نگه داشتن بعد از اینکه سالها زیر فشار، زیر شکنجه حکومت اسلامی بودن. سال 67 اینها رو در باز هم در دادگاه های 1 دقیقه و 2 دقیقه، دادگاه هایی که هیچ وقت اجازه دفاعیات از خودشون نداشتن، هرچند که با فشار این انسان ها در دادگاه صحبت می کردن، باز هم حکم اعدام اینها صادر شد. و در این دوران هستیم، در دوران سرکوب خونین دهه 60 و 67. اگر ما هر روزه و هر ساعت بخوایم از اتفاقی، از جنایتی که در دهه 60 اتفاق افتاد، میتونیم روزها و ساعتها از اون دوران بگیم، از اون دوران سیاه، از اون دوران خونین، از اون دورانی که خاورانها تشکیل شدن، خاورانی که سمبل مقاومت یکی از اون قبرستانهای بینام نشان هستش، قبرستانهایی که در شهرهای دیگری ایران حتما وجود داره. برنامه ما، برنامه خاوران، میخواد تریبونی باشه برای
تمام خانواده ها و زندانیان سیاسی که در این دوران سالها در زندان بودن بیان و از اون دوران صحبت کنن و با صدای بلند از این عزیزان یاد کنیم. اگر این برنامه هدفش اینه که علاوه بر این که ما یاد این عزیزان رو گرامی می‌داریم، ولی می‌خوایم از مقاومتشون صحبت کنیم و از این بگیم که اینها سر تعظیم در مقابل حکومت اسلامی فرود نیاوردن و اینها می‌دونستان که در مقابل حکومت اسلامی و قوانین اسلامی باید ایستاد و در مقابل حکومت اسلامی ایستادن. و همچنان ما الان که داریم از دهه 60، از دهه خونین 60 صحبت میکنیم، همچنان میبینیم حکومت اسلامی روزانه داره در اون کشور انسانها رو اعدام میکنه و هر روز چوبهای دار رو در اون شهر برقرار کرده. و برای همین با تمام کشتار و جنایتی که حکومت اسلامی کرد، ما میبینیم همچنان مقاومت و مبارزه در اون کشور وجود داره. الان فکر میکنم که بیش از این وقت شما رو نگیرم و پای صحبت همون قولی که به شما داده بودم، پای صحبت باقر ابراهیمزاده بشینیم و یاد غلام گرامی بداریم. هفته قبل سالگردش بود و ببینیم که چطور دستگیر شد و آیا جسد غلام رو به خانوادش تحویل دادن. و بیشتر از این رو پای صحبت باقر میشینیم. باقر ابراهیمزاده، به برنامه ما خوش اومدید. با سلام به شما باقر ابراهیمزاده، صدای منو دارین؟ بله، صدای شما رو دارم. با سلام به شما و با تشکر که این وقت رو در اختیار ما گذاشتین تا پای صحبت شما بشینیم. با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و با تشکر از شنوندگان تلویزیون که این برنامه رو میبینند و میشنوند. من ابتدا سوالم از اینجا شروع میکنم. باقر ابراهیمزاده، میخواستم راجع به غلام برای ما بگیم و برای بینندگان ما که فعالیت سیاسیش از چه سالی شروع کرده. اول بگم با یاد خاوران و با یاد اعدامیان خفته در خاوران و خاورانهای سراسر کشور و با سر تعظیم به مادران خاوران که همیشه به مواردشون ادامه دادن و به مواردشون ادامه میدن. تیر ماه امسال 30 سالگرد جان باختن برادر بزرگ و رفیق ارزنده‌ام دکتر غلام حسین ابراهیمزاد توسط آدمکشان رژیم اسلامی است. غلام در آذر 1322 در کنگاور متولد شد. از دوران دبستان مشخص بود که محصلی با استعداد و همواره شاگرد اول کلاس بود. از کلاس ششم دبستان به طور فوق‌العاده زبان عربی را می‌آموخت. دائما مطالعه می‌کرد و از همان سال‌های دبستان و دبیرستان به مطالعات سیاسی روی آورد. از اواخر دهه 30 با مارکسیسم لنینیسم آشنا شد. به ارتباطات سیاسی گسترده‌ای با جوانان همسن و سالش داشت. دائما کتاب‌های سیاسی می‌خرید و می‌خوند و به رفقاش می‌داد. همراه با رفقایش به کوه نوردی، شنا، ورزش‌های باستانی می‌رفت. در کنگاور و کرمانشاه به فعالیت سیاسی می‌پرداخت. من در سال 39 از غلام درباره کمونیسم پرسیدم، چون همیشه می‌دیدم این کتاب‌ها رو می‌خوند. کلاس چهارم دبستان بودم که برایم به زبان ساده این مسئله رو توضیح می‌داد. غلام همراه با رفقاش در کنگاور و در کرمانشاه با محافل و گروه‌های فعالیت انقلابی و تبلیغ و ترویج مارکسیسم لنینیسم می‌پرداخت و نقش بسزایی در بالا بردن آگاهی توده‌ای داشت. در اوائل دهه 40 شمسی که با رفرم ارضی شاه امکان فعالیت سیاسی در روستاها و شهرها بیشتر شده بود، غلام و رفقاش در روستاها علیه مالکان و آخوندها
و رفرم ارضی شاه به مبارزه پرداختم. و مطرح میکنن که زمین از آن کسانی است که روش کار میکنن و نباید سهمی به مالکان داده بشه. خدا غلام در سال 1340 همراه با رفقاش اعتصاب برق سراسری رو در تنگاور علیه گرانی برق سازمان دادن و شرکت برق مجبور شد که قیمت برقی رو که گران کرده بود پایین بیاره. غلام در دبیرستان همواره محصل نمونه و برجسته بود. در پایان سال تحصیلی یعنی دیپلم در استان کرمانشاهان نفر اول شد. در اون سالها کسانی رو که نمره اول می شدن در استان اینها رو به رامسر می فرستدن و غلام به اردوی رامسر رفت. غلام در دانشگاه پهلوی شیراز رشته پزشکی ادامه تحصیل داد و یکی از فعالان جنبش دانشجویی بود که علاوه بر دانشگاه شیراز با دانشجویان دانشگاه های دیگر هم در تماس بود. در تداوم فعالیتش در سال 1346 توسط سواک شیراز دستگیر شد و با حفظ اسرار رفقایش بعد از سه ماه آزاد شد. در اواخر دهه 40 گروه رشت تنگاور رو که غلام و هم رزمانش در تنگاور و همچنین رفیق فریدون نجفزاده و رفیق ملکوتیان و سایر رفقایشان در رشت، اینها گروه رشت تنگاور تشکیل دادند. در سال 1348 لو رفت و عده‌ای از آنها دستگیر شدند و غلام هم دستگیر شد. بعد از چند ماه از زندان آزاد شد و رفیق فریدون نجفزاده یک کمونیست با جسارتی بود و از انسانهای خیلی شریف. در سال 1349 در سواک رو دستگیر کرد و سربنیست شد و رفیق ملکوتیان بعد از چند سال که در رژیم شاهنشاهی بود در شب آزاد شد. در شب قیام در مقابل دانشگاه تهران کشته شد. غلام اواخر دهه 40 همراه با رفقایش ستاره سرخ رو تشکیل دادند که یک تشکیلات کمونیستی بود. در سال 50 لو رفت، عده زیادی از آنها دستگیر شدند. در اوایل دهه 50 ستاره سرخ هم به سازمان فدایی پیوست. بعد از فارغ التحصیلی غلام از دانشگاه در سال 1350 عنوان پزشک در بندرلنگه در جنوب ایران مشغول کار شد و در همون تابستان 1350 توسط سواک در بندرلنگه دستگیر شد و تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفت و زیرکی و میشه گفت که هوشیاری تحسین برانگیز غلام نتونستن ازش اطلاعاتی به دست بیارن. او از سازماندهان مقاومت درون زندان های شاه بود. در دادگاه نظامی به 11 سال زندان محکوم شد. مردم تنگاور بارها به صورت جمعی نامه های رو به مقامات حکومتی زمان شاه می نوشتن و خواهان آزادیش می شدن. همه مردم تنگاور و هزاران نفر در منطقه غرب پدر غلامو می شناختن. با شنیدن خبر محکومیت غلام در دادگاه نظامی پدرم همون لحظه سکته کرد. سالها تحت مداوای پزشکی بود. بعد از دستگیری من هم و همچنین محکومیتی وقتی من در زندان در دادگاه رژیم شاه محکوم شدم پدرم مجدد سکته کرد و چون انسانی با روحی و قوی بود یک لحظه از پیگیری پرونده غلامت کوتاه نمی‌اومد. در فروردین 54 که رفقا جزنی و همراهانش همچنین دو نفر از سازمان مجاهدین خلق و اینها رژیم منتقل کرده بود به اوین که اینها رو اعدام کنه و بعد اعدام کرد. غلام، رضا نعمتی، ناصر کاخساز، روبن مارکاریان، شکرالله پاک‌نژاد، سیاوش شافعی و عده دیگه هم اینا بردن به اوین که اینها رو اعدام کنن. بعد از اعدام جزنی و یارانش و همراه با دو نفر از مجاهدین، کنفدراسیون سازمان جهانی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور علیه رژیم شاه و کشتار زندانیان سیاسی به فعالیت سیاسی تبلیغی گسترده دست دادند و این باعث شد که غلام و سایر زندانی هایی رو که به اوین منتقل کرده بودند که اعدام کنن رژیم نتونست اونها رو اعدام کنه. با انتخاب جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا و اعمال فشار به رژیم شاه، صلیب سرخ هیئتی رو برای بازدید از زندان های ایران فرستاده بود. سواک میخواست با برنامه‌ریزی مانع از دستیابی صلیب سرخ به اطلاعات زندانیان درباره شکنجه و اعدام ها بشه. یک نفر از سواکی ها رو به عنوان مترجم همراه هیئت به زندان اوین میبرند. در مقابل زندانیان مطرح میکنن، همین سواکی میگه من مترجم هستم و چون شما انگلیسی نمیتونید صحبت کنید من براتون ترجمه میکنم. غلام بلافاصله
با شجاعت کم نظیری که همیشه داشت بلافاصله بلند میشه و میگه که به زبان انگلیسی مطرح میکنه، میگه ما انگلیسی خوب بلدیم و احتیاج به مترجم نداریم، ما خودمون همین کارو خواهیم کرد. بعد غلام رو به انفرادی میبرن. اتفاقا در همون موقع یکی از مسئولین صلیب سرخ که شیفته غلام میشه، بعد از خروج از بند عصر همون روز دوباره برمیگرده به بند، میبینه که از غلام چه خبر، نگرانش میده. از همبندیاش پرسه، میگه غلام تو؟ میگه غلام نیومده، اصلا ازش خبر نداریم. مسئول صلیب سرخ اونجا میشینه، میگه تا زمانی که غلام نیاد من از بند خارج نمیشم. اینا بعد بلافاصله دستپاچه میرن غلام برمیگردونن. البته غلام در طی مصاحبه صلیب سرخ هم با زندانیان مترجم صلیب سرخ بود و بعد از اینکه صلیب سرخ از زندانهای شاه میره، سواک مجدد غلام تحت فشار قرار میده که میگه که مصاحبه چی بود و چی گفتم. میگه که من هم نمیگم و هم نخواهم گفت. با اوج گرفتن انقلاب در سال 57 که شاه مجبور شد زندانیان را آزاد کنه، غلام آزاد شد. با خبر باقر ابراهیم زاده، ببخشید وسط صحبتتون، با این حساب غلام چند سال در زندان رژیم شاه بود؟ غلام سه بار در رژیم شاه دستگیر شد. بله. یک بار در سال 1346 در ارتباط با جنبش دانشجوی دانشگاه شیراز، چون دانشجوی دانشگاه پزشکی شیراز بود. بعد از چند ماه آزاد شد. مجدد در سال 1348 دستگیر شد در شیراز، باز اونم در ارتباط با جنبش دانشجویی، و در این حال گروه رشک پنگاور هم اونم موقع لو رفته بود که غلام دستگیر شد، بعد از چند ماه آزاد شد. دفعه سوم که در تابستان 1350 غلام در بندرلنگه دستگیر شد. بندرلنگه اون موقع، اونجا غلام پزشک بود در بندرلنگه بعد از پایان تحصیلش، اونجا مجدد که دفعه سوم که دستگیر شد، دیگه غلام در زندان بود تا انقلاب، و انقلاب با مبارزات مردم که شعار آزادی زندانیان سیاسی رو میدادن، جزء تقریبا میشه گروه های آخر زندانیایی بود که از زندان قصر آزاد شد. بعد از آزاد شدن از زندان همچنان به فعالیتش علیه حکومت اسلامی ادامه داد؟ غلام وقتی که رژیم شاه در حال سقوط بود و سقوط نکرده بود، همواره اینو مطرح میکرد. میگفت که ما مدت کوتاهی وقت داریم برای سازماندهی مبارزات علنی مردم، ولی کن اینو باید بدونیم که این آخوندهایی که رو کار میان و آخوندها قدرت و قبضه خواهند کرد، همه ما زندانیان سیاسی رو خواهند کشت. اینها جویهای خون رو به پا خواهند کرد و انسانهای زیادی رو خواهند کشت. اتفاقا همینجور هم بود. از همون ابتدای رو کار آمدن جمهوری اسلامی به مبارزش ادامه داد. اینو بگم، وقتی که خبر آزادی غلام از زندان قصر مطرح شد، هزاران نفر از مردم تنگاور و مردم منطقه آماده استقبال از غلام بودند و کاروان عظیم از اتومبیل هایی که بین کنگاور و اسدآباد اینا در جاده ها بودند، که اصلا تمام جاده مملو از اتومبیل هایی بود که مردم برای استقبال رفته بودند. با توجه که در همون موقع حکومت نظامی بود، زنان، مردان، پیر، جوان، کوچیک، بزرگ، همه اینها ریخته بودند برای استقبال از غلام. وقتی محضی که غلام از ماشین میاد بیرون، غلام سر دست میبرند و غلام سخنرانی خیلی ارزنده‌ای هم برای مردم کرده بود و از مبارزات مردم دفاع کرده بود و اینو مطرح کرده بود که من به خاطر شما به زندان رفتم، به خاطر شما مبارزه کردم و من به این مبارزم ادامه میدم و ادامه خواهم داد. بعد میخواستم شاید چون وقت برنامه محدوده، غلام فعالیتش رو همچنان ادامه داد، چون من در ادامه در مورد دادخواهی میخوام صحبت کنم. در ادامه مبارزش غلام در حکومت اسلامی چه تاریخی دستگیر شد یا مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفت؟ اینو لطفا بگین برای بینندگان عزیز ما. غلام وقتی که از زندان آزاد شد، اینها در زندان سازماندهی راه کارگر رو از زندان آغاز کرده بودن، اون موقع به نام خط چهار مطرح بود. بعد از اینکه از زندان آزاد شد، اتفاقا مردم کنگاور می‌خواستن غلام به ریاست بیمارستان کنگاور چیز کنن، برگزیده کنن، که غلام زیر بار نرفته بود، می‌خواست به کارش ادامه بده در ارتباط با راه کارگر، چون غلام عضو کمیته مرکزی سازمان راه کارگر بود و به مبارزش ادامه داد تا آخرین لحظه‌ای که غلام به چنگ مامورین جمهوری اسلامی افتاد. داستانم به چنگ مامورین جمهوری اسلامی افتاد به این صورت بود که غلام میشه گفت که 8 از خانه های راه کارگری ها، نه که بگیم خانه های مخفی، خانه های راه کارگری که زندگی میکردن
و بخشی از اون، بعضی از اونها به صورت نیمه مخفی بود، بعضیشون علنی بود. اینها 8 از خانه های راه کارگری ها مورد لو میده از جانب رژیم و گویا توسط فردی به نام ناصر یا رحمتی خائن بود، از زندانیان زمان شاه بود و بعدا هم در زندان اوین به بازو تبدیل شد. اطلاعاتی که او داده بود و اطلاعاتی که خود رژیم به دست آورده بود، در نتیجه غلام متوجه میشن که خانه اینها تحت کنترل هست. غلام از خانهش خارج میشه. اتفاقا در همون روز غلام و علیرضا شکوهی در خانه علیرضا شکوهی پیش غلام زندگی میکرد. غلام خارج میشه از خانه. وقتی از و علیرضا شکوهی میرن به خانه دیگه، فکر میکنن که خانه بعد که رفتن امنه. حالا مشمول شدن به این صورت کسانی رو دور بر همون خانه که بوده در یک مجموعه آپارتمانی بوده، بعد میرن از همسایه میپرسن، همسایه میگن که مثل که اینجا گفتن کسی قاچاق هست، کار قاچاق انجام میده، کار قاچاق فروشی انجام میده. ولی با توجه به این قضیه اینها از خانه خارج میشن و به خانه دیگه میرن. در خانه دیگه که میرن اینها ساعت 12 شب، همون شب یعنی تاریخ 7 تیر 1362 که امسال 30 سالگرد جان باختن غلام هست، اینا به خانه دیگه میرن و در همون خانه همزمان در ساعت 12 شب 8 خانه راهکارگری ها تحت کنترل رژیم در میاد و حمله میکنن. غلام و علی رو از طبقه بالا به پایین میارن که سوار ماشین کنن. غلام از چنگینه در میره. در بغل دست همین ساختمون یک ساختمان نیمه ساخته بوده که غلام از میخواد از اونجا فرار کنه، غلام رو به رگبار میبندن از پشت، به رگبار مسلسل میبندن. غلام از طبقات اون ساختمان بالا میره و از طبقه ششم ساختمان خودش رو پایین پرتاب میکنه، چون مامورین هم به دنبالش بودن. حالا نمیدونید مامورین رو به پایین پرتاب کرده، غلام خودش رو پایین پرتاب کرده. در نتیجه وقتی غلام به پایین میفته، غلام و دست و پای غلام میگیرن، پرت میکنن در داخل صندوق عقب یک ماشین و میشه گفت که جنازه غلام رو از محل دور میکنن و پاسداران میدن. و در این رابطه در همزمان که علیرضا شکوهی دستگیر میشه که تحت شکنجه های وحشیانه رژیم قرار میگیره و قهرمانانه وایساد و جان باخت. سوال بعدی اینه که آیا بعدا به شما مکانی دادن، گفتن مثلا غلام در بهشت صحراز در خاوران، اصلا چیزی به خانواده شما دادن، گفتن در موردی که جسد غلام کجاست؟ پدر ما سالها مسئله غلام رو دنبال میکرد. ما بهش نگفته بودیم که غلام کشته شده، چون میترسیدیم که به محضی که بهش بگیم پدرم مجدد سکته خواهد کرد و خواهد مرد. در نتیجه پدرم میشه گفت از سال 1346 تا پایان عمرش دنبال غلام بود، ولی در سال 1990 که پدرم به خارج آمد ما باش مطرح کردیم که غلام کشته شده، ولی از در سال 1990 دیگه پدرم مسئله پیگیری غلام دنبال نکرد. به تمام به جاهای مختلف از دادستانی گرفته و دادگاه نظامی گرفته، یعنی همه جاهای حکومت رو، هر جایی که امکان داشت، هم امکان آخوندهایی که وجود داشت تماس میگرفت، بلکه بتونه از غلام سرنخی به دست بیاره که متاسفانه سرنخ به دست نیاورد. فقط اینها یک بار به پدر به اوین مراجعه کرد، پدرم رو چشمن میبندن، داخل اوین میبرن، در اونجا عکسی رو نشونش میدن، میگن غلام رو ما نکشتیم، غلام خودش رو کشت. فقط تنها چیزی که اطلاعی که در این رابطه بود در همین بود، ولی باز هم پدرم زیر بار قبول نمیکرد، فکر میکرد که اینها دروغ میگن، به امکان نداره اینا بتونن غلام رو بکشن، یعنی غلام امکان نداره به چنگ اینها بیفته. بله، اینطوری که واقعا شما میگین خانواده ای که بیش از 30 سال بیش از 30 سال پدر و مادراتون دم زندان ها بودن. من میخوام، چون الان وقتمون کم، واقعا وقت نداریم، ولی میخواستم ببینم که با این تمام این سالها سختی و رنجی که خانواده شما و خود شما، میدونم زندانی زمان شاه بودین و همچنین فعال سیاسی هستین، آیا شما فکر میکنین که باید سران حکومت اسلامی رو پای میز محاکمه بکشونیم؟ در این رابطه من میخوام بگم که ما خواهان دادخواهی اعدامیان و شکنجه شدگان و زندانیان سیاسی هستیم. ما نباید بذاریم جنایاتی رو که علیه کشورمون در سلولهای تاریک و اتاقهای شکنجه و میدانهای تیرباران و سالونهای چوبهای دار که اینا برپا میکردن، اینا نباید به فراموشی سپرده بشن. ما باید همراه مادران و پدران و خواهران و برادران و کل خانواده های دادخواهان و نیروهای مترقی، همراه با مادران خاوران و مادران پارک لاله
و خانواده های بخون خفتی قبرستان های سراسر کشور زبان گویای تیرباران شدگانی باشیم که قادر به بیان شکنجه هاشون نیستن. ببخشید شما خواهان اعدام شدن سران حکومتی هستین؟ ما مخالف اعدام، مخالف شکنجه هستیم. هر انسانی تا زمانی که قلبش میتبه حق داره زنده بمونه. یعنی اینه که ما با شکنجه و با اعدام مخالفیم. کسی رو نباید شکنجه کرد، کسی رو نباید اعدام کرد. ببخشید به محاکمه کشیدن اینا چه مشکلی رو به نظر شما چیزی رو حل میکنه؟ چه پیامی داره برای اون جامعه وقتی که سران حکومت فاشیستی رو آدم پای میز محاکمه میکشه؟ این چه پیامی برای مردم اون جامعه داره؟ برای مردم اون جامعه پیام معینی رو داره، اینه که میگه که چرا باید اعدام بشه. یعنی اصلا چرا اعدام؟ چرا کسانی رو که حق زندگی کردن دارن باید اعدام بشن؟ باید ما کلن با اعدام مخالف باشیم، چه در این حال چه زندانیان سیاسی، چه کمونیست ها، چه نیروهای انقلابی، چه فاشیست ها و چه ضد بشرها، اینا هر کدوم که باید در میز محاکمه قرار بگیره اینا باید امکان دفاع از خودشون داشته باشن. به هیچ کسی حق نداره یک کمونیست رو اعدام کنه، یک کمونیست رو شکنجه کنه، و هیچ کس حق نداره یک فاشیست رو شکنجه کنه و یا یک فاشیست رو اعدام کنه. ما با اعدام هر انسانی مخالف هستیم. هر انسانی حق زندگی کردن داره، ولیکن اینها ما برای نابودی اعدام، برای اینکه اعدام از صحنه جامعه باید دور بشه، باید شکنجه از صحنه جامعه باید دور بشه، باید این قضیه در افکار عمومی مشخص، روشن و شفاف مطرح بشه که اینها چی کار کردن. اینا باید در مقابل افکار عمومی جواب بدن، باید اطرح کنن که چرا کشتن انسان ها رو. باقر جان با اجازه ببخشیم، وقت برنامه‌مون رو به اتمام نمیتونیم بیش از این پای صحبت شما بشینیم. امیدوارم که بتونم در برنامه‌های بعدی بیشتر پای صحبت شما و خانواده شما بشینیم. با تشکر از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. و با تشکر از شما که این وقت در اختیار من گذاشتین و امیدواریم که همیشه موفق باشیم و در امر دادخواهی همیشه موفق و سرفراز باشیم. با تشکر از شما. بینندگان عزیز، این در واقع داستان زندگی یکی از صدها نفر خانواده های در ایران هستش. داستان زندگی پدران و مادران ما هستن که سالهای سال پشت در زندانها به دنبال ما بودن و بعد از سالها جسد فرزندانشون رو بهشون تحویل دادن. ما برای این میخوایم سران حکومتی رو پای میز محاکمه بکشونیم، چون برای یک بار و برای همیشه میخوایم در اون کشور اعلام کنیم که اعدام نباید باشه، زندانی سیاسی نباید داشته باشیم و انسانها رو به هر دلیل، به عنوان افکارشون و به هر دلیلی نباید دستگیر کنن. در همین رابطه ما خانواده جانباختگان، ما زندانیان سیاسی میگیم، نفراموش میکنیم، نمیبخشیم، دست در دست همدیگه مبارزه میکنیم تا سران حکومتی رو پای میز محاکمه بکشونیم و اون بخش از جنایتی را که ما نمیدونیم و اینا بیان در اون دادگاه ها اون بخشش رو بیان کنن. شب و روز شما خوش.